سلام علیکم دوستان برادران، خوش آمدید به شبکه درویش. امروز میخواستم تحلیل کنیم سیومین غزلی حافظ شیرازی را که به شماره 3 آمدگی است در غزلیات حافظ شیرازی. دو تا غزل یکم و غزل دویم را علاقه تحلیل کردیم در این شبکه هست، میتونید تماشا کنید، گوش کنید، گوش اندازید. و امروز شروع میکنیم به سیومین غزلی حافظ شیرازی. به نام خداوند بخشنده مهربان، که نام این غزل ترک شیرازی است. غزلی خیلی مشهور، لیکن افسوس که بسیار کم آدم ها معنی اساسی این غزل رو میفهمند، خیلی کم هستند. اما این غزل بسیار غزلی مشهور است و در حتی بسیاری حافظای کلاسیکی این رو زمزمه میکنند. اینک شروع میکنیم. اول من غزل رو میخونم، بعد از اون بعد تحلیل میکنیم. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دلی ما را، به خالی هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کناری آب رکن‌آباد و گلگشتی مصلا را. فیغان کین لولیانی شوخی شیرینکاری شهرآشوب، چنان بردن صبر از دل که ترکان خانی یغما را. زی عشقی ناتمامی ما جمال یار مستغنیست، با آب و رنگ و خال و خط چی حاجت روی زیبا را. من از آن حسن روز افزون که یوسف داشت دانستم، که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعا گویم، جوابی تلخ می زیبد لبی لعلی شکرخارا. نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستر دارند، جوانانی سعادتمند پندی پیری دانارا. حدیث از مطرب و می گو و رازی دهر کمتر جوی، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معمارا. غزل گفتی و دور سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ، که بر نظمی تو افشاند فلک عقدی ثریا را. اینک شروع میکنیم به تحلیل. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دلی ما را، به خالی هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. انا همین دو مصره اول همه را در حیرت ماندگی است و اطراف این همین غزل. این غزل بسیار غزلی مشهور است، من گفتم علاقه در بلو. و این غزل در اطراف این غزل بسیار قصه ها هم هست. من حوزی خی دوتا همین قصه کوتاهک رو گویم. در همون دوره، یعنی که دوره حافظ شیرازی، یعنی که تیمور که به این مکانهای ما آمده بود و سمرقند و بخارا رو با بسیار مشکلی ها ضبط کرده گرفت، چون که ما تاجیک ها نمی خواستیم که این یعنی که کوچمنچی ها زمین و زمان ما را صاحب کنند. بسیار جنگی شدید شد، اما افسوس ما سمرقند و بخارا را از دست دادیم. و چون این غزلی همین حافظ که این غزل را می نویسد و این آوازه این غزل به گوشی تیمور می رسد و وی می گوید گویا کی وی گفته باشد کی، این یک روایت گویا که تیمور گفته باشد که این من سمرقند و بخارا رو با این قدر عذاب و
شکنجه و خونریزی گرفتم، چرا این حافظ کدام یک غزل نویس، حافظ که آخی در شیراز بود در ایران، اما آوازش تو به یعنی مکانی تاجیکان آمد تا سمرقند و بخارا، و میگوید چرا من با این قدر خون و عذاب گرفتم این سمرقند و بخارا، اما حافظ باشد با یک خالی یک خالی ترک یعنی می بخشیده باشد. و در اینجا یک مهمیش این است که ترکان اونچه وقت یعنی که بسیاری هاشون کچمنچی بودند و یعنی که در بین تاجیکان و فارسان در این ماوران نهر و خراسان ترکان مثل یک یعنی که غلام استفاده برده می شدند و کوتاه گویم اگر این قدر قدر و منزلتی بالا نداشتند، یعنی که و میگوید که بر یک خالی می بخشیده است، بر یک خالی یعنی که ترک، ترکی که ترک دختری که یعنی که در شیراز زندگی میکنند، میگوید که حافظ را به نزد من آورید، و گویا که حافظ را به نزد تیمور آوردند و او پرسید از حافظ، یعنی در دربار پرسید که چرا تو به این یک خالی ترک شیرازی تو میبخشی سمرقند و بخارا رو، من اینقدر عذاب کتی این چیزها را گرفتگی هستم. و حافظ گویا گفته باشد که من این در اینجا سمرقند و بخارا نگفتم، بلکه گفتم که یک سرقند و دو خرما رو، این یعنی یک روایت دیگر. و روایت دومش این است که همچنین تیمور جیغ میزند حافظ را، و حافظ وقتی که سوال میدهد تو برای چی، برای این خالی ترک میبخشی سمرقند و بخارا را که این مرکز علم و ادب و یعنی که باید فهمیم که این مرکز تمدن بود اونجا، و به این سوال یعنی گویا که به دیگر روایت حافظ گفته باشد که در اون وقت اون کسی یک خرقه یعنی درویشی داشتند، خرقه یعنی صوفیانه، و گفت دریده بوده است گویا که، و گفته باشند که من تمام دار و نادارم را بخشیدم که چونین نادار هستم، گویا که چونین گفته باشن. و اطراف این غزل دو یعنی که چونین روایتی هست. اما میگذاریم ما با تحلیل اساسی این اصلی این معنوی این غزل، و اگر یکان کم و کاس اطراف تحلیل این غزل باشد، مرحمت شما میتوانید در کامنت در کامنتار نویسید و یعنی چی باز نقطه نظر خود را یعنی اظهار کنید، البته و ما به این آباد میگریم. اینک شروع میکنیم به تحلیل. اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دل ما را، به خول هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. باید شما فهمید که سمرقند و بخارا این یعنی که مرکزی علم و فرهنگ در آن زمانه بود در آسیا میانه، همین قدر قدر و قیمتی بلند داشت که از شیراز، از نیشاپور، خیام آمده در سمرقند تحصیل کردگی است. همه عالم و همه آدم ها حرکت میکردن که بر بخارا و سمرقند آمده تحصیل گیرند و یعنی که صاحب علم و فرهنگ و معرفت شوند، همین قدر قدر داشت. و میگوید حافظ در اینجا در این دو مصرع، همه مصرع کلید اساسیش اگر هست. اگر
هافیز این شعرهای هافیز همین غزل درباره عشق الهی رفته استوده است و در اینجا عشق یعنی که زمینی عشق مرد بزن گفته نمی شود چون بسیاری ها چون این می فهمند. در اینجا کلیدی اساسیش اگر اهمیت دهید حافظ گفته استوده است اگر معنایش همین که من دل من چونان به خداوند بند است و داده شده است و یعنی که در دل من خداوند چونان جایگیر هست که اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دل ما را یعنی که دل من را به دست آورده تماند اگر من به یک خالش سمرقند و بخارا را می بخشم یعنی که معنای گپ که گفته استوده است که حافظ دل ما را دل آن آدمانی که عشق خداوندی در آن هست حتی ترک شیرازی نمیتواند یعنی که دختری زیبا نمیتواند به دست آورده انا همین است معنای این دو مصرع و این دو مصرع اول را دو مصرع دیگر سیوم مصرع و چهارم مصرع تصدیق میکند معنای این را بینید بده ساقی می باقی یعنی بیاید من یک جای خونم اگر اون ترک شیرازی به دست آورد دل ما را به خالی هندویش بخشم سمرقند و بخارا را بده ساقی یعنی که ساقی گفته بودم کی یعنی که ریزنده عشق دهنده عشق در یخیل جاها این یعنی که عشق از جانب خداوند می آید مای باقی این مای یعنی که در هر حالت همه وقت باقی ماننده یعنی که مای با بقا گفته اون چیز رو میگن که در تمام وقت میموند یعنی که اکون به زبان روسی وچنی فهمیدید؟ بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت اون می را بده که یعنی عشق الهی را که در جنت تو نمیتونی این را یافت نخواهی یافت کنار آبی رکناباد و گلگشتی مسلا را یعنی که بیا عشق خداوندی را بجویم عشق ورزی کنیم و بیا کنار آبی رکناباد رویم و با گلگشتی مسلا رویم فیغان کن لولیانی شوخی شیرین کاری شهر آشوب چنان بردن صبر از دیل که ترکان خانی یغمارم شاید اینجا نسبتی لولی گفته جوگی رو میگنن اون جوگی های میرود که به ترتیبی کردند و صبری یعنی صبری شاید که وقتی غزل نویسی حافظ لولیان شوخی کردن و صبری حافظ را از دل بردن همچنان میگوید که چنان بردن صبر از دل که ترکان خانی یغما را یعنی که ترکان وقتی که جنگ جال کرده آمدند به یعنی ماوران نهر خراسان خان گفته دسترخان را میگن یعنی که خانه یغما را گرفته بردن ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را خدا حافظ میگوید که عشق ناتمام ما یعنی که عشق ما کامل نیست نسبت به خداوند و به نظر ما حتی در این عشق ناتمام ما کتی همین خیلی جمالی یار زیبا هست که با آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را یعنی که با روی زیبا یگان یعنی چی آب و رنگ و خال و خط شرط نیست من از آن حسن روی زفزون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده اسمت برون آرد زلیخا را
حافظ میگوید من از آن حسنی حضرت یوسف روز افزونی که حضرت یوسف داشتن فهمیدم که زیباگی و عشق از پرده عصمت، عصمت گفته این شرم و حیا را میگویند، از پرده عصمت برون آورد زلیخا را. یعنی که زلیخا با وجود اون که شوهر داشت و یعنی مرتبهش والا بود، از زیباگی یوسف و از عشق، از عشق نسبت به یوسف، از پرده عصمت یعنی که شرم و حیا را ترک کرده، یعنی که به عشق یوسف داده شد و این را آشکار کرد و اطراف این گفته استاد از حافظ که عشق از پرده عصمت برون آورد زلیخا را، یعنی که زلیخا را حتی عشق و زیباگی یوسف آشکار کرد و عریان کرد. اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعا گویم، جوابی تلخ می زیبد لبی لعل شکرخا را. یعنی که از جانب خدا چی دشنام شود و چی نفرین شود، ما همه وقت دعا گوینده هستیم. یعنی که به معنای اون که این به نفع ما هست. جوابی تلخ می زیبد لبی لعل شکرخا را. یعنی که از جانب یار ما جوابی تلخ هم باید که میزیبد. نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستر دارند، جوانان سعادتمند پندی پیری دانا رو. این دو مصرع به فکرم به تحلیل محتاج نیست. حدیث از مطرب و می گوو روزی در کمتر جوی. یعنی که حدیث گفته این حادثه رو میگوین، یعنی که از مطرب و ما، یعنی که از عشق خداوندی تو گبزم و روزی دهر کمتر جوی، با دنبال خدا باش و عشق خدا باش و این کم و کاسی زندگی و این روز این دهر را کمتر جوی. دهر گفته این دنیا رو میگن، یعنی که از پی این دنیا و از پی این بردباری های این دنیا کمتر دو، گفته ایستاده است که کس نکشود و نکشوید به حکمت این معما رو. یعنی که هیچ کی با این تفکری والا نمیتواند معمای این دنیا رو کشوده. غزل گفتی و دور سفتی بیا و خوش بخوان حافظ، که بر نظمی تو افزاید فلک اقدی سرایارم. حافظ تو میگوید غزل گفتی و دور سفتی، دور رو یعنی که دور رو گوهر، یعنی که غزل گفتی و یعنی که گوهر را سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ که بر نظمی تو افشاید فلک اقدی سرایو را. سرایو این شماره جمع سیاره می باشد، یعنی که می گوید که بر نظمی تو، نظم گفته این همین وقتی که شما فکری خود را به غزل می درارید و شعر می کنید، این را نظم می گوید که بر نظمی تو افشاند. افشاندن این یعنی که پاشیدن، پاش خوردن، افشاندن. که بر نظمی تو افشاند فلک اقدی سرایو را. فلک گفته همین یعنی که تمامی آسمان و تمامی همین عالم را میگوین فلک اقدی سرایو را. یعنی که به نظمی تو حتی فلک جمعی همین سرایو رو، جمعی سیاره ها رو می افشوند. این بود تحلیل غزلی سیومی حافظ شیرازی.
تشکر که گوش انداختید و در امان خدا باشید برادران عزیز.